سلام سهیلا انصاری هستم ستلمنت ورکر این ونکوور اسکول بورد با یکی دیگه از برنامه های وایت بورد امروز در خدمت شما هستم در تلویزیون آریا موضوعی که امروز میخوام راجبش با شما صحبت بکنم مهاجرت و راههایی که این روزها مردم وارد کانادا میشن و بخش دیگرش در مورد شهروندی و نحوه سیتیزن شدن در کانادا و اجرای قانون جدید اگر بخوام خلاصه بکنم در حال حاضر اکثر کسانی که وارد کانادا میشن ما بیشترین تعدادی رو که داریم کسانی هستند که یا از طریق ویزیتور ویزا اومدن و بعد ویزاشون رو اینجا تغییر دادن یا از طریق تحصیلی یکی از والدین وارد شده اینجا و بچه ها رو وارد مدارس کردن و میدونین همونجور که قوانین و اکثر شما ها میدونین وقتی یکی از همسران اجازه تحصیل داشته باشه اینجا همسرشون میتونن اصطلاحا اوپن ورک پرمیت بگیرن و این یکی از در واقع آسون ترین یا سریع ترین راهی هستش که شما رو میتونه نهایتا برسونه به اینی که اینجا اقامتتون رو بگیرید اما خود اینم یه سری مراحلی داره که به هر حال من به شما پیشنهاد میکنم وقتی که میخواین این برنامه ریزی رو بکنید با کسانی که تو این زمینه تخصص کافی دارن کار بکنید همچنان برنامه دیگه ای رو که وجود داره برنامه های استانی هستش که هر استانی با توجه به شرایط اقلیمی خودش شرایطش رو اعلام میکنه و با توجه به نیازی که به شغلایی که داره و به دولت میده و طبق اون میان و مهاجرینی که لازم دارن میارن چیزی که مهم هستش و شما باید بدونید وقتی که میخواین از طریق استانی بیاین شما حتما حتما باید یه پیشنهاد کار داشته باشید و گرفتن پیشنهاد کار به این آسونی نیست چیزی که کار رو آسون میکنه همش که قبلا خدمتون گفتم این هستش که شما با یه اجازه تحصیل وارد کانادا میشین اگر متعهل هستید همسرتون اوپن ورک پرمیت میگیره و مشغول به کار میشن و این یه کار واقعی هستش و اگر اون کارفرما از کار شما راضی باشه و شما شرایط دیگه رو مثل دونستن زبان انگلیسی که آیلس هستش و مدرک شو باید داشته باشید سابقه کار و امتیازات دیگه بعد به شما این پیشنهاد کار رو میدن و شما با مدارک دیگه ای که دارید به, اص... به همون استان مورد نظر رو میدین دعوت میشین و بعد اجازه کار و بعد اقدام کردن برای پیار اما خود این پروسه یک پروسه طولانی هستم میخوام توجهتون حتما به این موضوع جلب بکنم Uh, یه سری دیگه از uh, اومدن یعنی به طرقی که آدما میان اینجا فدرال اسکیل ترید هستش که برای اون حتما باید uh, حتما شنیدین یه چیزی به اسم LMIA باید داشته باشید که اون LMIA میشه Labor Market Information uh, و هم برای گرفتن اون باید شما با کسانی کار بکنید که تخصص این کار رو دارن با تخص... با گفتن تخصص منظورم مشاورینی هستش که عضو انجمن مشاورین اینجا هستن یا وکلای رسمی امیگریشن هستن چیزی که این روزا خیلی روندش هستش اول گفتم افراد به صورت ویزیتور ویزا میان اینجا و اگر خودشون شرایط نداشته باشن یعنی زبان کافی نداشته باشن بچه هاشون وارد مدارس اینجا میکنن به صورت اینترنشنال و یکی از والدین اینجا میمونه و والدین در موقعی که اینجا هستن میتونن دورای کوتاه مدت زبان انگلیسی رو بخونن زبانشون که به اون حد رسید باز میتونن از طریق استادی پرمیت اپلای بکنن چیزی که میخوام به شمایی که قصد دارید از طریق اجازه تحصیل بیاید بهتون پیشنهاد بکنم و خواهش همینه که شما در مورد مدارس و یا در واقع کالج و دانشگاه هایی که دارید اپلای میکنید خواهشان رو بکنید کالج و دانشگاهی رو انتخاب بکنید که حتما بعد از اون بتونید post graduate work work پرمیت بگیرید تمام کالج خصوصی یا همچین امکاناتی رو ندارن و اینو با مشاور رسمی که دارید کار میکنید مسلما این خانم یا آقا این اطلاعاتو خواهند داشت به دلیل اینکه اکثرا چیزی که ما مواجه شدیم تو مدارس باهاش اینه که پدر مادر اومدن اینجا ویزای تحصیلی گرفتن برای خودشون به هوا اینکه بچه ها هم بیارن و ثبت نام بکنن و متاسفانه ما نتونستیم بچه ها رو تو مداره ثبت نام بکنیم به خاطر اینکه اون کالج جز کالجای کالج های خصوصی بوده و جز قانون اساسی اینجا اون مدرسه خصوصی این شرایطی رو نداره که بچه اون شخص بخواد بره مدرسه ولی اتفاقی که افتاده اینه که یکی از همسران اجازه کار گرفته و با اون اجازه کار این بچه وارد مدرسه شده البته این بحث خیلی طولانیه و من واقعا نمیخوام الان یعنی از مطلبی که دارم خدمتتون میگم خارج بشم برای همین اینو میذاریم برای یه بحث دیگه که داریم ولی بیشترینش اگه خلاصه بخوام بکنم تو بخش مهاجرت افراد از طریق ویزیتور ویزا میان بعد تبدیل میکنن ویزاشونو به ویزای تحصیلی یا از طریق ویزای تحصیلی میان یکی از همسران و همسر بعدی اوپن ورک پرمیت میگیره و بعدا منجر میشه به حالا گرفتن پیشنهاد کار و از طریق استانی میان یا از طریق فدرال اسکیل وارد میشن یا اکسپرس انتری تمام اینها حتما حتما شما باید زبان دانش زبان به کافی داشته باشید که آیلس هستش مینیمومش پنجانیم یا شیش هستش که میان و داشتن پیشنهاد کار هستش پیشنهاد کار واقعی هستش و همجور که گفتم هر استانی هم قوانین خاص خودشو داره که شما باید اینو بدونید اگر از طریق دانش آموزی برای بچه هاتون که میاین باید بدونید که مدارس دولتی اینجا من البته در مورد بریتیش کلمبیا میگم مطمئنم که استانهای دیگه هم همینو داره مدارس دولتیشون یه وقت خاصی برای ثبت نام دارن که معمولا در ونکوور حالا ونکوور بزرگ من خدمتتون میگم از طرفای اکتبر به بعد مدارس شروع میکنن اپلیکیشن گرفتن و شما مدارکتون رو میگیرین برای سال آینده یعنی الان که اینجا تابستونه شما نمیتونید اقدام بکنید برای بچه هاتون که فصل پاییز اینجا مدرسه برن مگر اینکه مدارس خصوصی باشن در مورد مدارس خصوصی من اطلاعات خیلی زیادی ندارم فقط میدونم اگر که میخواین بچه ها رو مدارس خصوصی بفرستید بازم حتما راجع به اعتبار اون مدارس اطلاعات بگیرید بدونید اون مدرسه چند ساله که وجود داره تاسیس ته، شده سایتش رو نگاه بکنید و اگر از طریق آشنا کسی رو دارید بدونید اون مدرسه واقعا مدرسه درستی هست که بتونن بچه های شما از اونجا فارغ و تحصیل بشن و من مطمئنم وقتی شما دارید با یه مشاور رسمی کار میکنید این اطلاعات کامل خدمتتون میگن خب شما عزیزان اومدین سختی راه و پشت سر گذاشتید مهاجر شدید پیارتون و اون مدتی و که لازم بوده در کانادا بوده باشید حالا رسیدیم به اینکه به عنوان شهروند انتخاب بشید خدمتون ارز بکنم که شهروند شدن یا سیتیزن شدن کانادا اصطلاحی که اینجا به کار میبرند پریویلیج یا یه امتیاز هستش به این معنا که دولت کانادا میگه اگر شرایطی رو که ما گفتیم و شما شامل اون شرایط میشید ما حالا اجازه میدیم که شما برای سیتیزن شدن اقدام بکنید مهمترین بخشش و تو قوانین جدیدشون میزان زمانی هستش که شما حضور فیزیکی دارید ظرف پنج سال گذشته که برگشت به همون قوانینی که اوایل بود 1095 روز شما باید اینجا بوده باشید یه چیزی که اضافه شده به سیتیزن شدن اگر کسی ظرف چهار سال گذشته 183 روز داخل کانادا نبوده باشه در مجموع از اون کشوری که توش بوده باید حتما ادم سوء پیشینه بیاره خیلیا میگن خب من ادم سوء پیشینه رو میگیرم ولی عدم سوء پیشینه فقط یک ماه ممکنه اعتبار داشته باشه از نظر ایمیگریشن مشکلی نیست فقط شما اون عدم سوء پیشینه رو از کشوری که به هر حال ایران هست شما میگیرید حالا یا میتونید تو ایران ترجمه کنید یا میتونید بیارید اینجا توسط یک مترجم رسمی که از طرف ایمیگریشن تعیین شده بدید ترجمه بکنه و همراه بقیه مدارک دیگه تون سابمیت بکنید هزینهش بالا رفته 630 دلار هستش متاسفانه هیچ گونه کمکی از طریق دولت وجود نداره که بخواد این مبلغ رو کاور بکنه به دلیل اینکه همونجوری که اول خدمتتون گفتم سیتیزن شدن انتخاب شماست میتونید انتخاب کنید سیتیزن نشید و با همون پی ادامه بدید ولی این مبلغ رو برای بزرگسالا 630 دلار هستش و برای هر بچه زیر 18 سال 100 دلار رو میگیرن قسمت دیگه ای که تغییر کرده جزء قوانینی که در واقع عوض شد و دوباره برگشت به اول مسئله زبان هستش که اگر شما بالای 18 سال و زیر تا 54 سال هستید امتحان زبانو باید بدید حالا کاری که اینا کردن میگن شما یا حق اینو دارید که برید کلاسایی که از طریق سازمانهای دولتی گذاشته شده و به اسم لینک هستش شرکت بکنید و باید حتما حضور داشته باشید نمیتونید کسی میگن من رفتم امتحان دادم لولم لول هفت بود و دیگه نمیخوام کلاس زبان برم اون رو دولت قبول نمیکنه شما حداقل باید یک یا دو ترم تو این کلاس ها شرکت کرده باشید حضورتون تو این کلاس ها مهمه دادن امتحان مهمه و اینکه اکثر کلاس ها رو شرکت کرده باشید خیلی انتخاب میکنن تو این کلاس ها شرکت نکنند هیچ مشکلی نیست به جاش یا امتحان هستش به اسم امتحان سل پیپ همونجور که گفته میشه نوشته میشه سل پیپ سی ای -E که فقط شما امتحان صحبت کردن listening و سپیکینگ رو دارید یا آیلس جنرال رو میدید که وقتی که این امتحان رو میدید بر امتحان میگین که برای پرپز امیگریشن هستش و مدارکی که میخواد حتما باید ترجمه بشه پاسپورتاتون تمام پاسپورتی که تو این مدت داشتید باید توسط یک مترجم رسمی ترجمه بشه یه چیزی که خلاصه شده اینه که وقتی شما توی فرما سوشال اینشورنس نامبرتون رو میدین از طریق اون سوشال اینشورنس نامبر و اجازه ای که به ایمیگریشن میدین خود اینا چک میکنن وضعیت استخدام و تکستون فایل شده دیگه مثل قدیم لازم نیستش که شما نوتیس و اسسمنت و نامه های کارتون رو ساب مید بکنید اگر با اپلیکیشنتون بچه دارین که دارید برای بچه که اقدام میکنید حتما حتما از مدرسه که بچهتون میره حضور و قیابش و تمام کارنامه یا ریپورت کارتاشو داشته باشید معمولا مدارس یه چیزی دارن به اسم summary of attendance که توی برگست مدرسه میدن و توی اون تمام قیبت ها و حضور و قیاب بچه ها تو اون ثبت شده حتما اون کپی باید داده بشه و میگم بچه ها هر سه ماهی بار و یا مدارسی که سمستری هستن کارنامه دارن کپی اون کارنامه ها رو در طول اون سالها باید شما سابمیت بکنید و به اضافه شناسنامه پدر و مادر باید ترجمه بشه اگر بچه شما زیر سن 18 سال هستش این کل مطلبی بودش که برای سیتیزنی خواستم خدمتون بگم که اگر فرصتی باشه در برنامه های آینده بیشتر راجبش صحبت میکنیم از توجه شما به این برنامه طبق معمول تشکر میکنم امیدوارم اطلاعاتی که دادم خدمتون براتون مفید باقی بشه روز و روزگار بهتون خوش